به نام خدا و سلام. امروز جمعه 22 اسفند ماه، همراه ما باشید با گزیده مهمترین اخبار اتاق بازرگانی اصفهان در هفته‌ای که گذشت. 52 جلسه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد و اتخاذ تصمیماتی در خصوص 12 کنگره اتاق‌های بازرگانی جهان و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری کشور از مصوبات این جلسه بود. 2 دیگر در کارنامه اتاق بازرگانی اصفهان، مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان با توجه به برگزاری موفق سمینارها و کارگاه‌های آموزشی در سال جاری از سوی مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران، رتبه برتر آموزش اتاق‌های بازرگانی کشور را کسب نمود. 3 در دیدار اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان بر لزوم پیگیری مسائل بخش خصوصی در سطح کلان تأکید کرد. بابک دینپرست، قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز گفت: ستاد تسهیل با تمام مدیرانی که رفتار و اقدامات آنها منجر به تعطیلی غیرقانونی واحدهای تولیدی شود، به صورت جدی برخورد خواهد کرد. 4 اولین نشست بررسی همکاری‌های فولادی و معدنی استان اصفهان و شمال ایتالیا با حضور سرکنسول ایران در این کشور برگزار شد. در این نشست رئیس و نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان بر برقراری و توسعه تعاملات شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه فولاد با همتایان ایتالیایی در جهت تکمیل حلقه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه این صنعت در ایران و منطقه تأکید کردند. داریوش سولت، سرکنسول ایران در میلان ایتالیا، نیز خواستار طراحی سامانه مجازی از سوی اتاق بازرگانی اصفهان و عضویت شرکت‌های اصفهانی و ایتالیایی در آن به منظور چرخش اطلاعات به صورت مستمر در این سامانه شد. 5 جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان به معرفی ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و تسهیلات بندر چابهار اختصاص یافت. در این جلسه که با حضور معاون بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان برگزار شد، احمد پزنده، رئیس کمیسیون تجارت، افزایش سهم استان اصفهان در صادرات به کشورهای هدف، ایجاد، حفظ و رونق بخشی زیرساخت‌های صادراتی در استان اصفهان و فرهنگسازی و مسیرسازی برای حرکت از تجارت سنتی به تجارت هوشمند را از اهداف و چشم‌اندازهای این کمیسیون عنوان کرد. 6 در نشست تشکیل کمیته رسیدگی به تعهدات ارزی ایفا نشده که به همت واحد حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان و با حضور مدیران دستگاه‌های زیربط، اعم از دادستانی عمومی و انقلاب، امور هماهنگی بانک‌ها، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل بازرسی استان اصفهان و همچنین اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان برگزار شد، مسئولین مربوطه در خصوص موانع، مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهد ارزی بحث و گفتگو کردند. 7 نشست طرح و پیگیری مشکلات ارزی اعضای اتاق بازرگانی اصفهان در دفتر نمایندگی این اتاق در غرب استان برگزار شد. در این نشست نماینده میز اتاق اصفهان در بانک مرکزی به تشریح اقدامات و دستاوردهای این میز در کمک به اصلاح قوانین و بخشنامه‌های ارزی کشور پرداخت و فعالان اقتصادی مشکلات خود در خصوص رفع تعهد ارزی، تخصیص ارز، پرداخت ما به تفاوت نرخ ارز و مواردی از این قبیل را به منظور پیگیری در این میز مطرح کردند. 8 در 4 جلسه ستاد احیای گردشگری استان اصفهان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، نایب رئیس شورای شهر اصفهان، مدیر کل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان برگزار شد، گزارشی از عملکرد ستاد احیا از بدء تأسیس تا پایان سال جاری ارائه شد. همچنین اعضا در خصوص مشکلات صنایع دستی و نحوه تجمیع نظرات در حوزه تقویم گردشگری اصفهان به بحث و تبادل نظر پرداختند. با تشکر از همراهی شما و خدا حافظ.